مجید جان سلام. سلام علیکم. گفتم یه سلام، اصلا تعجب کردم 3 ساعت بود هنوز لایو داره، من چی الان اومدم روشن کردم، ولی گفتم که به پدر خانمم فوت کردی یه ذره درگیر اون بودم، اگه دوست داشتم زودتر بیام زیر با هم حرف بزنیم. علم زیاد اذیتت نمیکنم، میدونم بس خوب گفتم یه سلامی عرض کنم. یکی هم در مورد همین جدایی طلبی و اینا، آخه وقتی میخوان جدا بشن آرمین جون، میگن مثلا، حالا من اسپانیا رو میگم، نمیگم کردستان، نمیگم آذربایجان، همین اسپانیا، باسک یا کاتالونیا، مگه نمیخواستن سواشن؟ دیدی چه اتفاقاتی افتاد؟ مگه تو کشورهای دموکراسی نیست؟ اینجوری نیست که فقط همون منطقه که شما هستی بیاین رأی بدین، ما میخوایم سواشیم، بعد سواشیم. اگه میخوایم سواشیم باید همه ایران، همه اسپانیا در یه رأی گیری شرکت کنن، همه رأی بدن، اوکی اینا میتونن سواشن. اگه رأی دادن، شما دارین اسپانیا رو مثال میزنید، ولی کانادا و یوکی رو مثال بزنید. تو کانادا وقتی که میخواستن رأی بدن که کوبک جدا بشه یا نه، از همه کانادا رای نگرفتن، فقط از خود کوبک رای گرفتن. و توی یونایتد کینگدم وقتی میخواستن رای بگیرن که اسکاتلند جدا بشه یا نه، از همه یوکی رای نگرفتن، فقط از خود اسکاتلند رای گرفتن. الان سوال هاست، یا ایرلند نمیتونیم بگیم مثلا؟ آخه ایرلند و اینا یه ذره با کردستان مثلا فرق میکنه. سوال هاست مثلا کشور بود اینا اومدن استثمار کردن، یعنی سلطهشون رو انداختن رو این کشور و این همه بلا سرشون آوردن. اول سوال بودن، ولی خب به خاطر این یونیون نگرشون داشتن. درسته، ولی ما نمیتونیم از تاریخی تصمیم بگیریم که چی چیز بهتره، به خاطر اینکه چی چی قبلا چی بوده الان چی شده. ما همه چیز رو باید بر نظر منه، من خواستم از تو بپرسم نظرمه، که اگه هم قراره یه تیکه از یه مملکت سواشه، اون تیکه مال همه اون مملکته، نمیتونه فقط اون گروه خاص بگه من میخوام سواشم، سوا میخوام بشم. مثلا این گروه بعدم این کشورهای کوچولو کوچولو مثل پاکستان، بنگلادش، چه گلی به سر ما مثلا زدن؟ ببین، من دلیلی که میگم نباید جدا بشه یه چیز دیگه است. خب برای اینکه من نمیدونم کی تعیین کرده که مثلا مردمی که توی منطقه زندگی نمیکنن باید تعیین بکنن که مردم این منطقه حکومتشون کی باشه. خب یعنی به خاطر از لحاظ تاریخ، نه ما داریم میگیم چون از تاریخ اینا همیشه یک کشور بوده، برای همین باید البته اینجوری هم نبوده. شما اگه تاریخ برزایی رو نگاه کنید، یه چیزی بوده که اینجوری تکون خورده، بعضی موقع یک قسمتش اومده بیرون بعد دوباره برگشته تو. ولی این دلیل این من نمیدونم، چون که مثلا خیلی موقع تو طول تاریخ این قسمت یک کشوری بوده که اینا مردم اونجا هم بودن، معنیش این میشه که پس این زمین پس حق اونا هست؟ یعنی کی این حقو تعیین میکنه؟ یعنی حق یه چیزی تو طبیعت که نیست، حقو مردم میگیرن یا میدن یا به وجود میارن. حق یه چیزی نیست که مثلا از تو طبیعت خودش به خودی خود به وجود میاد. صحبت ما جداییه، اینکه حق اینا رو باید داده میشد و اینا حق دارن به هر جوری که دوست دارن زندگی کنن. زبان نم، اون دفعه هم صحبت کردیم، زبان فرق میکنه با همون دلایلی که خودت هم گفتی، چون قراره ما کار کنیم با هم، قراره تو یه چارچوب سرزمین زندگی، نمیشه یکی یه زبانی داشته باشه، این همون میشه جدایی. من صحبت جدایی رو داریم الان میکنیم، حق و اصلا کاری ندارم، معلومه که نه ولی خب شما درسته. نه من میگم استدلالی که میکنین که مثلا این زمین مال همه مردم این کشور هست، اینو این مالیات رو کی تعیین کرده؟ خب من اینا مالیات رو یه کسی هایی هست که میتونه یه کسی بیاد تعیین کنه، یه کسی هم بیاد بگه خب نه من مالیات رو قبول ندارم. یعنی اینا از کجا اومده؟ کی تعیین میکنه؟ بر اساس چه استدلالی کی گفته این مال ایناست مال اونا نیست؟ راحت ترین چیزی که بگیم چی مال کیه اینه که خب ما اینجا زندگی میکنیم، این زمین مال ماست، شما یه جای دیگه هستین، کی میگه مال شماست؟ خب من وقتی میام تصمیم میگیرم که چه چیزی خوبه چه چیزی بده، فقط از لحاظ سود و هزینهش نگاه میکنم. و چیزی که تو سود و هزینه هم جزء محاسبات ما هست اینه که کشت و کشتار و جنگی که مثلا ممکنه بشه به خاطر اینکه یه قسمت جدا بشه یا نه. خب یعنی برای این مثلا یه چیزی که مثلا اسکاتلند ممکنه فرق داشته، خیلی فرق داره با اسکاتلند و کانادا، با ایران فرق داره، اینه که اسکاتلند با بقیه انگلستان جنگای داخلیش قدیما بوده. الان اگه آره، یعنی که کوبک هم حتی با قسمت فرانسوی کانادا با قسمت انگلیسیش قدیما جنگ داشتن. خب الان قرار نبود مثلا اگه کوبک مثلا رأی داد که بله ما میخوایم، خب رأی نیاورد، گفتن نه ما میخوایم تو کانادا بمونیم، ولی اگه رأی میاورد که جدا بشن، این قرار بود یه چیز کاملا یعنی اصلا خود دولت بود که گفت ما این رأی رو به شما میدیم. اگه رأی میاورد جنگ نمیشد. نظر در مورد خود همین کاتالونیا چی؟ مگه اینا رأی ندادن؟ مگه همه اروپا پشت اسپانیا وای نستاد؟ گفت اسپانیا درست میگه.
چرا؟ مگه دموکراسی نیست؟ ما دیگه بهتر از دموکراسی تو اروپا که نداریم که. چرا داریم؟ نه تو اسپانیا بهترین مثال داریم. نه بهترین مثال اسپانیا. اسپانیا. کل جامعه اروپا رو میگم، یعنی خب یونیون. درست. خب میدونم، ولی من میگم فقط مثال اسپانیا نیست، مثال همون یوکی هم هست، مثال کانادا هم هست، یعنی ما مثال نقصش هم داریم. آره، ولی اسپانیا نوعاش مختلفه. هم مثلا یه الان شما میگی مثلا اسکاتلند خیلی سالهای پیش جنگیدن، مگه ایرلند خیلی سالهای پیش جنگیدن، این هم اینا با هم درگیر شدن. ایرلند با اسکاتلند فرق داره، درسته، ولی من میگم برای همین چون مثالهای مختلف داریم، برای همین باید بیایم شرایط اون کشور رو تو اون زمان بیایم در نظر بگیریم. نمیتونیم بگیم آره، چون اینجا اینجوریه ما میتونیم، یا اونجا اونجوریه نمیتونیم. برای همین من میگم اگه جوابم برای ایران ممکنه فرق داشته باشه با کانادا، به خاطر اینکه هزینه‌ای که ایران خواهد داد برای یک همچین رأی به شدت زیادتر خواهد بود تا کانادا. یعنی هر کشور رو به طور جدا محاسبه بکنیم که جریان چیه. منم مخالف نیستم که اینا مثلا خود مختاری داشته باشن برای خود، مخالف نیستم. من میگم آگاهی به اون درجه برسه به قول تو که به جنگ و چیز نرسه، بعدم اونا خودشون باید اینقدر عقلشون برسه که تو چه منطقه ای میخوای، چه کشوری، و تو میتونی تنهایی خود پس خودت. مثلا الان کردستان، اقلیم کردستان الان ایران و ترکیه و عراق بخوان اینو لهش میکنن، چون راهی نداری، تو به دریا راهی نداری، تو با صادرات تو به اینا وابسته ای. برای همین هم از نیروهای امنیتی همه این کشورها تو اونجا دارن فعالیت میکنن، یعنی ایران اونجا خیلی فعالیت. خب برای همین ببین مثلا یه قسمتی از ایران مثل خوزستان، خب اگه اینقدر داره نفت میده به همه ایران، به بقیه ایران، باید یه چیز واضحی از بقیه ایران بگیره که اگه هزار بارم رأی بخواد بده که تو ایران بمونه یا نمونه، رأی بدن که بله میمونیم. یعنی ولی من حرفم اینه که موندن مثلا خوزستان یا کردستان یا بقیه جاها توی ایران باید با این وسیله به دست بیاد که واضحه برای همه این شهروندا که معلومه که ما میخوایم تو ایران بمونیم، نباید با توپ و تفنگ و زور باشه. خب منم میگم باید همه اینا یک دست بمونه و جدا نشن، ولی روش جلوگیری از جدایی باید به وسیله رضایت این شهروندا به دست بیاد، نه با وسیله حداقل دیگه الان در دنیای مدرن باید اینجوری تا کنیم، یعنی با استدلال و بشینیم صحبت، مناظره با صحبت بتونیم، نه با جنگ به قول تو. بعد من موندم این کشورها چه گلی به سر اینایی که من نامور، الان پاکستان چه گلی به سر جهان زده با استقلالی که از هند گرفته، چه گلی زده جز یک کشور اصلا مرکز جرثومه این اسلامیستای فناتیک آنچنانی شده. یا بنگلادش نمیتونی بابا تو خودتو بگردونی، حالا با سریلانکا بچه ما نمیتونی نه پس خودتون. آخه چی استقلال گرفتی این مردم زیر این بار این بی فرهنگی خودتون دارن له میشن؟ آخه چه کشوری؟ آخه برای چی باید ما اجازه بدیم کشورهای کوچولو کوچولویی که نمیتونن خودشون؟ اصلا ما اگه بیان نگاه کنین هر موقع مرز عوض میشه واقعا بی ثباتی به وجود میاد. مثال خیلی زدی همون جنگ جهانی اول، بیا مثلا اون عثمانی رو گرفتن، این همه کشور داشت، ببین چقدر هنوز تو این منطقه، هنوز که هنوز اینا داریم با هم می‌جنگیم. ما حالا ایران یه ذره فرق میکنه، ما از اول بودیم، ولی مثلا عراق و لبنان و سوریه و تو فکر کن همه اینا هم درگیرن هنوز. نه کشورهایی که به خودت برداشته با خط مثلا یه دونه اینجوری کشیده گفته این سوریه، این عراق، این اردو. خب اون مشکل پیدا میشه، این داستان اینجوری نیستش که کشور همین الانم توی یه مشکل بزرگی که داریم که تو افغانستان به خاطر اینکه مرزی که انگلستان کشیده دقیقاً پشتونا رو گذاشته بین پاکستان و افغانستان، و این طالبانی هم که وجود اومده یه قومگرایی پشتویی بوده که از پاکستان داره تو افغانستان رو حمایت میکنه، یعنی اینا رو جدا کردن بین دو تا کشور. یعنی اصلا خطایی که کشیدن خیلی بر اساس حساب خود ما اون قسمت بلوچستان الان نصفش اون بره، نصفش این بره، افغانستان نصفش اون بره. اصلا همین الان داشتیم صحبت میکردیم، ببین میگم ترکشاش به ما میخوره، همین مولوی عبدالحمید هست ما سیستان، من خیلی هم فکر میکردم مثلا روشنتر بقیه اینه، الان این چسبید به طالبان، میگه اونا دوست دارن و عقب ما اونا هست، چون
میبینه از ایران که خیلی نرسیدی شیعه بیا، بس بچسبیم حداقل طالبان. خب این مشکل نمیشه، پس برای طالبان نمیاد به این حال بده. درست. خیلی خب بجیده منم برم دیگه، ولی خیلی ممنون که اومدی. حالا دفعه دیگه که خواستم بگی برنامه داشتی اینجوری اومده، حالا جواب یه ذره میخوام عوض کنم. چیز بانک برای همین بی خدایان هم خوراکش مال همین ماهیم که اعتقادات اینجوری نداریم. از با نمکه از لبخند گفتم دفعه دیگه مرسی مجید جان فعلا.